هفته گذشته دیدیم که پیش دوستانم در دهکده شاهرود بودم. با این دهکده و عده‌ای از اهالی اون آشنا شدم و چند ساعتی رو هم با روی و یلیز هم نوازی کردیم. میبایست این دهکده رو ترک میکردم و به سمت یکی از شهرهای معروف فلسطین میرفتم، شهر هبرون یا الخلیل، یکی از قدیمی ترین، مقدس ترین و همچنین پرتنش ترین شهرهای این منطقه. هبرون یا الخلیل با قدمت بیش از 3700 سال یکی از قدیمی ترین شهرهای خاورمیانه و یکی از 4 شهر مقدس در کنار اورشلیم، تبریه و صافت برای یهودیان است. طبق گفته عهد عتیق خداوند این محل را به ابراهیم پیشنهاد میکنه و ابراهیم در اینجا، یعنی هبرون یا الخلیل، برای خداوند قربانگاه میسازه و بعد از سالها وقتی همسرش سارا در سن 127 سالگی فوت میکنه در این محل به خاک سپرده میشه. از اون زمان به بعد پیامبران و پادشاهان بسیاری از قوم بنی اسرائیل مانند داوود در این شهر زندگی کردند. این شهر در طی تاریخ تحت کنترل حکومت‌های مختلفی بوده و ساختار جمعیتی اون هم متغیر. سال 1967 میلادی در طی جنگ 6 روزه بین اعراب و اسرائیل که منجر به شکست اعراب شد، اسرائیل این منطقه رو اشغال کرد و هبرون به 2 بخش فلسطینی و مناطق اشغالی تقسیم شد. یکی از مقدس‌ترین مکان‌ها برای مسلمانان و یهودیان مخصوصاً. اینجا مقبره ابراهیم هستش. مقبره ابراهیم تقسیم شده بین مسلمانان و یهودیان. کلاً این مسجد رو به 2 قسمت تقسیم کردن. بعد از 1967 که اسرائیل اینجا رو اشغال کرد، این مسجد تقسیم شد بین مسلمانان که در قسمت کرانه باختری زندگی میکنند و یهودیانی که در این قسمت در فلسطین اشغالی زندگی میکنند. و ابراهیم رو در حقیقت تقسیم کردن بین مسلمانان و یهودی ها. همچنین اسحاق در قسمت مسلمانان قرار داره. اینجا مقبره ابراهیم هستش. نوع مقبره، نوع معماری، سبک عثمانی هستش و همچنین آیه های قرآن رو میشه بر روی دیوارها دید. کمی جلوتر اتاق دیگه‌ای قرار داره که از این قسمت که قسمت خانوم ها هستش مقبره ابراهیم هستش و در این قسمت مقبره سارا همسر ابراهیم. و اینجا هم مانند هر مکان مقدسی که یهودی ها دارن، زن و مرد جدا هستن و خانوم ها در یک قسمت و آقایون در یک قسمت دعا میکنن. و چیز جالب که در این محل وجود داره، وجود آیه های قرآن در روی دیوار هست که کماکان مونده و از زمان عثمانی که این مسجد رو در حقیقت درست کردن، بازسازی کردن. یک اتاق دیگه هست اون طرفتر. در اینجا مقبره یعقوب هست و لیه یا لیا همسر یعقوب. یعقوب نوه ابراهیم بوده، پسر اسحاق. ابراهیم 2 پسر مهم داشته، یکی اسماعیل بوده، یکی اسحاق بوده. مسلمانان در این باور هستن که از تبار اسماعیل هستن و یهودیان اعتقاد دارن که از تبار اسحاق هستن. یعقوب نوه ابراهیم هستش، پسر اسحاق، که یعقوب در دین یهودیت لقب اسرائیل گرفته بوده و یهودیان خودشون رو از تبار یعقوب میدونن. اسماعیل پسر بزرگ ابراهیم که مسلمانان اعتقاد دارن که از تبار اون هستن، همراه با مادرش هاجر که یک کنیز مصری بود، که ابراهیم از این کنیز مصری هاجر فرزندی به دنیا آورد، یعنی اسماعیل، در مکه به خاک سپرده شدن.
هبرون بزرگترین شهر فلسطینی در کرانه باختری است با حدود 216 هزار نفر جمعیت که در قسمت اشغالی اون هم حدود 800 یهودی اسرائیلی زندگی میکنن که همگی اونها در خارج از مرکز قدیمی شهر هستند. جمعیت یهودی این شهر در طی 5 قرن اخیر دائما در حال تغییر بوده. مثلا در سال 1842 میلادی، یعنی حدود 180 سال پیش و 106 سال قبل از تأسیس کشور اسرائیل، حدود 400 خانوار عرب مسلمان و 120 خانوار یهودی در این شهر زندگی می‌کردند و 88 سال بعد از اون، یعنی در سال 1930 و چند سال پس از قتل عام یهودیان توسط مسلمانان در هبرون، جمعیت یهودی این شهر به صفر رسید. سال 1997 قراردادی بسته میشه بین اسرائیل و فلسطینیا و این شهر رو تقسیم میکنن بین خودشون، هرچند که کماکان این منطقه طبق قوانین بین الملل و نظر سازمان ملل فلسطین اشغالی به حساب میاد. تقسیم میکنن این منطقه رو و 3% اینجا میشه مال اسرائیل. ولی در سال 2000 موقعی که دومین انتفاضه شروع میشه، تنش بالا میگیره و عملیات‌های تروریستی در اینجا انجام میشه و به همین دلیل اسرائیل میاد این بخش از شهر رو اشغال میکنه و تمام این مغازه‌هایی که اینجا هست که الان درشون بسته است، مغازه‌های فلسطینی بوده، همه رو میبنده و به زور همه فلسطینی‌ها رو از اینجا میفرسته به سمت اون قسمتی که مال فلسطین هستش. به همین دلیل الان اینجا یک خیابونی هست با ساختمان‌های بسیار قدیمی و زیبا ولی مغازه‌های بسته و تحت کنترل اسرائیل. کمی جلوتر ورودی مسجد هستش که برای مسلمونا هست و فقط مسلمونا میتونن وارد بشن از اونجا، هست که چک میکنن بازرسی و بغل دستش هم یکی از چک پوینت ها یا بازرسی هایی هست که برای ورود به قسمت فلسطینی هبرون هستش که معمولا کسی که میخواد بره تو کاری ندارن، ولی کسی که میخواد بیاد بیرون قسمت اسرائیلی کنترل میکنن. آدم فیلم بردارم اسرائیلی طبیعتاً اجازه نداره، لحاظ قانونی غیر قانونی هستش که این خواسته باشه وارد قسمت فلسطینی بشه و یکم هم ریسکیه، مخصوصاً تو این شهر که خیلی تنش بالاست و بعضی موقعا خطرناکه، کار به درگیری کشیده میشه، ولی این ریسک رو قبول کرده و میخواد بیاد و با هم دیگه میریم به سمت فلسطینی هبرون. قبل از اینکه با قسمت فلسطینی هبرون آشنا بشم، ابتدا رفتم به یک قهوه‌خونه تا کمی خستگی در کنم. سلام علیکم. اهلا وسهلا علیکم. سلام علیکم. به یک قهوه‌خونه فلسطینی احتمالاً چای نعنا هم دارن. بخوریم خستگیمون هم در بره یکم یا قهوه میشه گرفت. هفته آینده با هم دیگه در قسمت قدیمی هبرون قدم میزنیم و بیشتر با این شهر آشنا میشیم.